در ادامه واکنش ها به صدور حکم اعدام مهدی بهمن، نویسنده و نگارگری که به دلیل مصاحبه با شبکه 13 اسرائیل با این حکم مواجه شده، وزارت خارجه اسرائیل امروز در بیانیه خواستار حمایت جهانیان برای توقف این حکم شده. در این بیانیه آمده در ایران می توانند شما را به خاطر زن بودن، دانشجو بودن، کودک بودن و حتی دگرباش بودن اعدام کنند. وزارت امور خارجه اسرائیل در بیانیه خودش آورده نباید مهدی بهمن رو تنها بگذاریم. مهدی بهمن به دلیل مصاحبه اکنون به اتهام جاسوسی در بند 209 زندان اوین به سر میبره. سمیرا قرای همکارم اینجا در استودیو با ما. سمیرا، یک اتفاق دیگه، اونم صدور حکم اعدام فقط برای مصاحبه با یک شبکه اسرائیلی، درسته؟ از جمله اتهام هایی که متوجه آقای بهمن کردند مصاحبه با شبکه های تلویزیونی اسرائیل هست، ولی آقای بهمن مسئلهش اینه که نویسنده است، نویسنده آثار داستانیه و گذشته از این در کار نگارگریه، یعنی تهذیب متون مذهبی حالا قدیمی رو انجام میده در حوزه تقریب مذاهب هم کار دقیقاً همزیستی مذاهب. از این شخصیت هایی که بسیار معتقد به اینکه یهودی، مسیحی، مسلمان، سنی، بهایی همه کنار هم میتونند زندگی بکنند و این رو خیلی در آثارش، یعنی یکی از فعالیت‌های عمدهش این مسئله تقریب مذاهب بوده، اما و خب نسبت به یهودیان هم مشخصا همواره می‌خواسته این پیام رو بده که مردم ایران با شما مسئله‌ای ندارن، ما با اسرائیل مشکلی نداریم و حالا در بند 209 هست، حکم اعدام گرفته. مشخصا این خبر اختصاصی ایران اینترنشنال هست. رسانه‌های اسرائیلی رو هم اگر نگاه بکنیم همگی با ارجاع به خبر ایران اینترنشنال این خبر رو منتشر کردند. در روز 19 مهر ماه آقای مهدی بهمن رو دستگیر میکنند. وقتی که اعتراضات در ایران آغاز میشه، او با کانال 12 اسرائیل یک مصاحبه میکنه. در این مصاحبه مشخصا نقد میکنه جمهوری اسلامی رو، یعنی صحبتایی که میکنه در رابطه با جمهوری اسلامی هست و اینکه چه گونه داره به اعتراضات پاسخ میده. اما این اولین باری نیست که آقای بهمن با یک شبکه اسرائیلی صحبت کرده. پیش از اون، سال قبل از اون، با شبکه 13 اسرائیل صحبت کرده بود، اما در اون صحبت ها مشخصا فقط راجع به این بود که مردم ایران، گفته بود من به شما در مصاحبهش، من به شما میگم که مردمی که در ایران دارن زندگی میکنن، کسانی که در خیابان ها من به شکل روزانه دارم میبینم، هیچ کدوم از اینها مسئله و مشکلی با مردم اسرائیل ندارن. این مصاحبه مال سال پیشه. ارتباطش هم با اون شبکه 13 از طریق یک خانم یهودی بوده که سعی کرده بوده به اون نزدیک بشه آقای بهمن و از اون بخواد که آثار داستانیش رو، آثارش رو به زبان عبری ترجمه کنه. بعد از اون وقتی اعتراضات شروع میشه با شبکه 12 صحبت میکنه و روز 19 مهرم بازداشت میشه. اما داستان تنها برای مهدی بهمن نیست. مهدی بهمن میدونیم که حکم اعدام دریافت کرده، اما بسیاری از فعالیت‌هاش حداقل در 2 گذشته با یک روحانی منتقد بوده. آقای عبدالحمید معصومی تهرانی که منتقد جمهوری اسلامی هست، روحانی، هنرمنده و این دو در کنار هم میومدند آثار مذهبی کهن مثل کتاب زبور، مزامیر داوود رو میگرفتن، کتاب عزرا که کتاب یهودیان هست که راجع به بازگشت یهودیان به اورشلیم هست بعد از اسارت در بابل، اینها رو برمی‌داشته تحسیب میکرده و هدیه میداده به رهبران ادیان دیگه. همین کتاب مزامیر داوودش در اینجا در کنگره است، کتاب عزرا رو داده به رهبر یهودیان جهان. بارها و بارها آثار رو این دو نفر تقدیم کردن به رهبران سنی، بهایی، مندائیان که پیرو یحیای پیامبر هستن. این فعالیت ها رو بسیار جدی اینها انجام میدادن و آقای معصومی تهرانی هم بازداشت شده، یعنی او هم از 24 ماه مهر بازداشت شده. با همین دقیقاً احتمال میره که در ارتباط با این پرونده باشه و اقداماتی که با مهدی بهمن انجام دادن. و نکته جالب
هم اینه که آقای معصوم تهرانی هم دقیقاً با شبکه 12 اسرائیل گفتگو کرده. الان پس ما داریم راجع به دو نفر مشخصه. حکمش مشخص نیست. حکم نه. مهدی بهمن رو ما فعلا داریم. حکم آقای معصوم تهرانی رو نمیدونیم چه هست، اما او نه. هم با مهدی بهمن بازداشت شده. او هم در کار تقریب ادیان بوده. او هم با شبکه 12 اسرائیل گفتگو کرده و بخشی از گفتگوش رو هم اتفاقاً رسانه‌های اسرائیلی گذاشتن که در اون مشخصاً بهش میگن نمیترسی که از وسط تهران داری با ما توی اسرائیل صحبت می‌کنی، که میگه من از کسی واهمه ای ندارم، ما با اسرائیل مشکلی نداریم، اگر اونها با اسرائیل مشکل دارند مسئله خودشونه. ممنونم از تو سمیرا قرایی.